بسم الله الرحمن الرحیم. ما الان در کتاب فروشی و انتشارات نشر ناب ماندگار هستیم در قم، خدمت حاج آقای سید علی برقی که رئیس این انتشارات و این فروشگاه هستن، که البته یک فضای پاتوق مانند و کافی شاپ هم این انتشارات داره. انتشارات به صورت تخصصی حالا غیر از کتاب های عامه توی زمینه دانشگاهی و روانشناسی و اینها، تو بحث کتاب های طلاب خیلی بیشتر فعاله و که بعضی از علمایی که حتی کتاب هاشون اینجا هست رو هم میبینیم، مثل شهید مطهری، آیت الله عراقی، چشمه من نمیبینه، آیت الله شاهرودی، سعد، مرحوم امام، مقام عدو رهبری، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم و مرحوم علامه عسکری. بله، اما موضوعی که باعث شد که حالا ما این فیلم رو ضبط کنیم، کتاب مرحوم پدر حاج آقای برقی هست به اسم همراه دوران غربت. آیت الله بودن؟ بله. آیت الله برقی نماینده ولی فقیه در کل کشورهای خلیج فارس بودن و مسجد امام حسین رو در دبی که مشهورترین مسجد شیعیان هست رو ایشون تأسیس کردن. حالا یه عکس خیلی مشهور داریم که همه جا هم تو حتی تو فیلم ها هم داریمش. حاج آقا در مورد این عکس یه توضیح میفرمایید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب مرحوم پدر ما از شاگردان مرحوم امام در نجف بودند و بعد از پیروزی انقلاب آمدند و به عنوان نماینده مرحوم امام در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رفتند، ابتدا قطر و بعد هم مستقر شدند در دبی. این عکس معروف عکسی است که این درسته؟ بله بله، مربوط به زمانیه که مرحوم امام آمدند از نجف برند کویت، بعد از اینکه حکومت عراق از ایشون خواست که عراق رو ترک بکنن، همین 6-7 ماه قبل از انقلاب، و کویت هم راه نداد ایشون رو، بعد ایشون رفتن به فرانسه و نفوذ شاتو. این تو مسیر رفتن به کویت هست که اونجا همونطور که میبینین عکس پایین هم همچنین مال همون مسیره، فیلمش هم موجوده. بله بله، که فیلمش هم هست. امام مشغول میخواستن وضو بگیرند، ایشون مرحوم پدر ما هستند، حاجی برقی. بله. من تالا فکر کردم که ایشون پسر امام حاجی مصطفی هستن. خب همین که شباهت هایی دارند و همین که در واقع خب تو این سالها تقریبا 14 سالی که مرحوم پدرمون در نجف بودند خیلی ملازم با امام بودند. حتی میبینید این مثلا عبای امامی که دست مرحوم آقای ماست، یه جورایی مثل پسرشون بودن. حالا یه عکس جالب هم من اینجا دارم میبینم، رهبری، مقام معظم رهبری تو دبی هستن. بله مهمون. بله. پدر شما درسته؟ بله بله، ایشون قبل از، یعنی یه ماه و نیم قبل از ریاست جمهوری سالای 59 و 60 یه سفری اومدن به امارات و شاید یک ماه قبل از شهادت شهید محمد منتظری هم هست. این هم شهید محمد منتظری. ایشون هم زیاد می اومدن اونجا؟ نه، با همین سفر همراه مرحوم چی، همراه به اصطلاح رهبری، به اصطلاح هیئتی بودن اومدن که چند روزی بودن اونجا و مهمان مرحوم آقامون بودن در امارات. این هم به اصطلاح من میخوام مراسم کلنگزنی همین مسجد امام حسین رو خدمتتون بگم. الان اینجا ببینید این حاکم رأس الخیمه است ایشون. الان رأس الخیمه کجا میشه؟ یکی از اون 7 امارات. بله، کشور امارات کمتر مشهور البته، اما کمتره. بله، نسبت به دبی و ابوظبی کمتره. ایشون همین موقع ولیعهد بود و الان حاکم اونجا هست. این همشون اهل سنت بودن درسته؟ بله بله، اهل سنت هستند. ایشون برادر حاکم دبی هست و صاحب شرکت هواپیمای امارات، یعنی هواپیمای امارات معروف، بعدن ایشون صاحب شیخ احمد برادر حاکم دبی. کنارشون اون روحانی که کنارشون کی هستن؟ مرحوم آقا من دیگه، یعنی مرحوم پدرمون هستن. در همون جوان‌تر بودن خیلی. بله،
دوران ملاقات ها و خب شما خودتون دبی به دنیا اومدید؟ من نجف به دنیا اومدم. قبل از انقلاب به دنیا اومدیم و در نجف بین المللی بودید. بله، این مراسم کلنگزنی خود همین مسجد امام حسین هست. بله، که در سال 63 ساخته شد. اینم چند ماه بعدشه که شکل اولیه مسجد و بتونهاش اومد بالا. و بعد حالا اون کسانی که دبی رفتند حتما میبینند، اگر تو برنامه‌شون نیست ببینن، چون تنها مسجد دو مناره تمام شبه جزیره عربستان. و فکر میکنم اصلا دو تا مسجد مشهور شیعه تو دنیا داریم، یکی هامبورگ. بله، این به خاطر اینکه ببینید اساسا طرح شبیه حرم حضرت امام حسین علیه السلام هست و تمام این گنبد و مناره و مسجد و داخلش اینا همه کاشیکاری اصفهان، یعنی معمار از ایران رفته اونجا و کاشیکاری کرده، توش آینه کاری به کار رفته، یه نوع خودش جاذبه توریستیه. حتی این هنوز اون کاشیکاری روش انجام نشده، قبلش، این مال قبله، یعنی زمان ساخت و ساز. بله، زمانی که به اصطلاح بتون و ساخت فضای اولیه‌اش آماده شده و الان که کسی بره دقیقا شبیه عتبات و حرم‌ها یه حوضی داره، صحن داره و به سبک کاملا ایرانی اونجا ساخته شد. این هم خب فعالیت های دیگه ای که ایشون داشتن، مدرسه در شارجه کلنگ زدن ساختن و تقریبا شاید 4-5 تا مدرسه توی مناطق مختلف، 5-6 داره، یکی قطر، یکی مرجعیت که نداشتن، درست؟ نه، تدریس به اصطلاح علمی داشتن. بعد از اینکه از امارات اومدن دیگه مشغول فعالیت های. چه سالی از امارات اومدن؟ همون سال 69 که آمدن دیگه، بعدش ممحص شدن توی بحث های حوزه و درسی و اینا. اون زمان بزرگترین مشکلی که داشتن توی کشور خلیج فارس چی بود؟ خب ما اون دورانی که ایشون اونجا بودن بالاخره دوران جنگ بود و یک مشکلی که بود اون حمایتی که اون کشورها از بالاخره صدام میکرد. ولی هنر مرحوم حاج آقا این بود که در عین این اختلافاتی که بود با نوع برخوردی که با اونجا میکرد، ما کمترین تنش رو با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشتیم. عمدش هم به خاطر نوع تعاملی بود که با حکام اونجا به واسطه از طریق مرحوم آقام به نمایندگی از مرحوم امام انجام میشد. من یادم نمیره که هم احترام خیلی زیادی رو میذاشتن و هم اعتبار زیادی رو قائل بودن برای ایران حتی در همون موقع. متاسفانه یکی از مشکلاتی که بعدها پیش اومد این بود که یه مقداری اون رابطه کمرنگ شد. این رابطه باید یه جوری میبود که شما با اون کشورها وقتی که ارتباط برقرار میکنید یه نوع ارتباطی داشته باشید که یک فضای دوستانه‌ای رو درست بکنید. اولا خیلی بالا به پایین نباشه یا خیلی حالت برداشته حالا خصمانه ازش نشه. علی‌ای حال اون موقع کمترین تنش‌ها رو در طول این 40 سال بعد از انقلاب ما تو اون دوران داشتیم، با اینکه تو جنگ بودیم ولی و اینا متحدای عراق بودن. بله، و اینا متحدای عراق بودن ولی ما تنشمون کم بود باشون. عمدش بخاطر همین نوع تعاملی بود که حتی من شنیدم که یه جاهایی مثل برنج محسن که مشهورترین برندهای کشوره، اینا دانشجوهایی بودن که اون موقع از امارات یه سری برنج آوردن و بعد کارخونه زدن. خب بله، داد و ستد تجاری اونم خیلی خوب بود. خیلی وارد به امور تجاری و چیزی نیستم ولی خب شرایط اونجا بله ببینید مهیا شده بود. چیزهایی که بعد گفته بشه و یه مقداری حالا مغفول مانده، ما تو دوران جنگ تحریم بودیم، همین تحریمی که الان هستیم، حالا شاید کمتر یا بیشتر، و امکان خرید تجهیزات نداشتیم. حالا تجهیزات مرتبط با جنگ، حالا الزاماً اسلحه اون معنا نبوده. و امارات و دبی یکی از مراکز این بود که به سر واسطه بتونن تهیه اقلام حالا هم
مایحتاج اساسی، کالای اساسی جامعه و هم تجهیزات مرتبط با جنگ، که خب اونجا هم با همین هماهنگی های مرحوم پدر ما انجام شد. یعنی پدر شما مثل سفیر توی کل خلیج فارس بودن؟ اصلا اصطلاحی میگفتن اونجا، البته درست نبود این اصطلاح، ولی بین مردم اونجا این اصطلاح جاری بود، شنیدم من اونجا. به مرحوم آقای ما گفتن سفیر کبیر، یعنی سفرای ایران. شاید قانون نبود، ولی به هر حال هم اعتبار مرحوم امام و ایشون که به عنوان نماینده امام هست، سفرای ایران عمدتاً توی کشورها مثلا با هماهنگی تعیین میشد. خاطره جذابی از اون زمان نداریم؟ خیلی خاطرات هست، من جمله بحث به اصطلاح، حالا اینو بگم که خیلی جالبه، بعد از فوت مرحوم پدر ما یه روزی مراسم، هم مراسم سال یا چهلوم ایشون بود، دیدم یه آقای اومد سمت من و بعد از مراسم بود احوال پرسی و معرفی کرد خودش رو، یکی از افراد، یعنی چون معرفی کرد من چهره رو نمیشناختم، وقتی معرفی کرد شناختم، یکی از افراد زینفوس دوران جنگ بود و از سرداران سپاه، که بعد همین مطلب رو یکی دیگه از آقایون که خیلی مرتبطه با پشتیبانی جنگ بود، این اون رو هم نقل کرد. شاید اینا گفتنش خوبه و حتی ترویجش هم خوب باشه که بالاخره این تو تاریخ بمونه. ایشون اون سردار میگفت شما نمیدونید مرحوم آقایتون چه کارهایی انجام داد برای پشتیبانی جنگ. گفتم خب یه چیزایی رو میدونیم و اینا. گفت نه، مثلا شما میدونید این قایقای عاشورا رو اصلا مرحوم آقاتون بانیش، یعنی بون شرایط تهیه‌اش رو به وجود آورد. گفتم اینا چیز نداره، بحث امنیتی نداره صحبتش؟ نه، چون دورانش گذشته. قایق عاشورا یه موتورای تندرو مخصوصی داشت که به ما نمیفروختن اون موقع. درست. بعد مرحوم آقای ما به صورت تک تک با واسطه اونجا اینا رو میخریدن، بعد با لنج با حالا توی کارتون یخچال یا امثال هم میفرستدن ایران که اینها به صلاح نصب بکنن روی این قایق‌ها. نمیدونم حالا که میفرمایید چیزه، چون الان قاعدتا همه تکنولوژی و این چیزاش خود ایران میسازه اصلا. اون موقع ما همچین امکانی رو نداشتیم و به ما هم نمیدادن. و خب من مثلا مرحوم پدرم، یا مثلا من تو بحث جمعه خونین خیلی یادمه که فشارهای خیلی زیادی با مرحوم پدرمون و کلن شیعیان اومد منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و مخصوصا دبی. خب مرحوم پدرم چون عضو بعثه امام هم بودن سال 66، مکه بودن تو اون کشتار 66 و خودشون به چشم دیده بودن. بعد که برگشتن خیلی سخنرانی های متعدد به مناسبت گرامی داشت شهدای جمعه خونین مکه داشتن. دیگه یواش یواش بعد از یکی دو هفته زندگی ما تقریبا تبدیل شد به زندگی امنیتی، یعنی از در خونه می آمدیم با پلیس، جای سخنرانی داشت آقام یه حلقه، نه که یه نفر دو نفر، یعنی یه دفعه 200 نفر 300 نفر پلیس اونجا رو محاصره میکرد و خیلی یکی دو ماه سخت رو گذروندیم به واسطه اینکه اونها خیلی نگران حالا عکس‌العمل شیعیان بودن تو اون منطقه. خاطره از مسلمان شدن یا شیعه شد؟ حالا مسلمان شدن، مسلمان شدن دارین؟ کسی اونجا مسلمان شده باشه بشه به پدرتون؟ چون مسجد امام حسین یکی از شهرتاش به همین هست که خیلی ها میان اونجا و شهادتین میگن. یکی بحث حالا مسلمان شدن بود، دو بحث شیعه شدن بود که موارد زیادی بود. یه نکته خیلی جالب دیگری که داشت، مراجعه حالا مسلمانان شیعه یا افرادی که خیلی هم از لحاظ ظاهری مقید به رعایت چیزاشون نبودن، مثلا خانم های گاهی مراجعه میکردن به مسجد که بعضی ها انتقاد میکردن به مرحوم پدر ما که اینا چرا مثلا بعد حجابن یا مثلا
بیهجابن شما اجازه میدین اینا بیان. ها میگفت ما باید اصلا جذب حد اکثری داشته باشه. خب این اگر نیاتش که هیچ امیدی به اصلاحش وجود نداره، باید بیاد تا بتونیم کارهای انجام بدیم. من جزئی که بخوام بگم که افراد، چون بالاخره دائم اونجا نبودم، من خب مدرسه میرفتم، موقع نوجوان بودیم، ولی میدونم که بوده مواردی و ثبت شده اونجا، یعنی توی دفتر مسجد ثبت شده. خود این جاذبه بصری که مسجد داشت و فضای معنوی که داشت خیلی جذب، یعنی مؤثر بود تو جذب افراد. یعنی ما روزانه، اینو یادم نمیره، تقریبا هر روز ده ها نفر از توریست هایی که وارد امارات میشدن برای حالا تفریح، به خاطر این جاذبه بصری که ایجاد کرده بود میامدن وارد فضای یا صحن مسجد میشدن، عکس میگرفتن و برایشون خیلی جذاب بود. خب این کمک میکرد به عنوان یک قدم برای آشنایی با اسلام، آشنایی با اسلام، و حتی میامدن گاهی سوالاتی میکردن، گاهی مطالبی رو بیان میکردن و مؤثر بود. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. اسکتو کول افتادم.